ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام، برنامه این هفته زیر آسمان پاریس در واقع زیر آسمان شهر زیبای شربورک است. برای انجام مقدمه مکانهای متعددی وجود داشت برای معرفی این برنامه، از جمله در برابر خانه ژاک پرور که در چند صد متری مزار او قرار داره، فاصله نزدیک دو مکان زندگی و حیات آخر. بر حال اینجا آمدم به دلیل اینکه اینجا موزه دریاها، جای بسیار زیبا با انواع ماهی‌ها و یا زیر دریایی و قایق، یک زندگی دریا. در روبروی من ده‌ها و صدها قایق تفریحی به طور موقت در اسکله قرار دارن و یا سمت راست من آخرین نوک خاک فرانسه در دل دریای مانش و پایین‌تر در اقیانوس که تمام این جزئیات رو خواهید دید. اولین تصویر شهر کانالی است که شما را به قلب دریا و جنب بندر شربورگ می‌برد. باورش دشوار نیست. نام شهر همانقدر مشهور که چترها و کارخانه‌اش، و آن هم به یک دلیل، فیلم سینمایی به نام چترهای شربورگ. وقتی وارد ساختمان که هم موزه، هم کارخانه و هم نمایشگاه است می شوید، بلافاصله می پذیرید شهر و کشوری موفق است که هر کس هر کاری را که می کند بشناسد و تخصص دارد و از آن مهمتر حرفش را دوست دارد. اینجا ماشینالات آخرین مدل و هوشیار به تکنیک است. کارخانه روزانه حدود 100 چتر می سازد و قیمت ها از 120 یورو شروع و تا به 700 یورو می رسد. اگر کنجکاو گزارشات سیاسی باشید، وقتی در کاخ الیزه باران می بارد، چترهای بزرگی که بر سر میهمانان گرفته می شود از این کارخانه می آید. در کارخانه چتر سازی شربورگ رنگ حرف اول را دارد. 7 کارگر زن کار خیاطی و اتمام و ریزکاری ها را نظارت می کنند. به خانم مدیر موزه گفتم نام موزه را جشنواره چتر بگذارید. به شوخی گفت پیشنهاد شما را نزد هیئت مدیره مطرح می کنم. او گفت از سال 1984 به این ساختمان آمدیم. انکار نمی کنیم که به نهایت مدیون فیلم چترهای شربورگ هستیم. موزه و دریا و شهر از هم جدا شدنی نیستند. هر سه همدیگر را همیشه تماشا می کنند. ماشینالات دوخت از قدیمی ترینش تا نوترینش محصولاتی با کیفیت بالا ارائه می دهند. حالا به بخش این سوی کارخانه آمدیم که اجازه فیلم برداری فقط از پشت شیشه ممکن است. ماشین و انسان از سر دوستی و سلیقه.
آن بالای دور که هنگام خروج از درب موزه میتوان آن را دید، موزه آزادی یا موزه لیبراسیون در جنگ جهانی دوم است که آخرین بخش گردشگری ما خواهد بود. اما تا آن زمان این تئاتر شهر ساختمانی قدیمی و به نهایت زیبا که در واقع میدان شهر هم هست و دور تا دور آن کافه های زیبا و حتی برخی روزها بازار روز و خرید میوه و سبزیجات و صد البته در این میان کودکان هم فراموش شده زندگی نیستند. شهر همیشه و همه جا به یادشان است. زندگی روزمره در شهر و بندر شباهت به تمام شهرهای مشابه دارد، مگر این چترهای آویزان به یادگار از فیلم چترهای شربورگ. در این فیلم ژاک دمی کاترین دونوف نقش اصلی را بازی می‌کرد. فیلم در سال 1963 توسط ژاک دمی که یک فیلم موزیکال با موسیقی است توسط میشل لوگران نوشته شد. اولین فیلم تماماً موزیکال سینمای فرانسه که در سال 1964 در جشنواره سینمای کن درخشید. وقتی به یکی از کتابفروشی‌های قدیمی شهر رسیدم، پس از اجازه برای فیلمبرداری از صاحب کتابفروشی به او گفتم مشهورترین محصول شهرتان چیست؟ می‌دانست چه می‌خواهم بشنوم. چترهای شربورگ. Quel produit c'est le plus connu dans cette ville ? Le parapluie. C'est l'emblème de Cherbourg. Merci beaucoup. و حالا ابتکاری که حسن و وسواس دیگری را می طلبد. اداره گردشگری شهر شربورگ می داند که فیلم چترهای شربورگ تا چه حد بر شهر سایه انداخته است. پس دفترچه های راهنمایی را پیش بینی کرده و مکان هایی را که ژاک دمی کارگردان فیلم خود را در آنجا ساخته مشخص و از شما دعوت به رفتن به محل می کند. اولین صحنه در پلاک 13 کوچه لوپور. داستان فیلم: ژنوییو در این بوتیک با مادرش زندگی و کار می کند. او عاشق جوانی به نام گی است. گی کارت اعزام سربازی و رفتن به الجزایر را در آن دوره سخت دریافت می کند. در شب قبل از عزیمت این دو عاشق تا صبح قرار بر این می گذارند که هرگز یکدیگر را ترک نکنند. در فاصله دو سال ژنوییو با یک ثروتمند ازدواج می کند و گی هم در زمان بازگشت یک گاراژ تعمیر اتومبیل می خرد و اونیز ازدواج می کند. دیرتر در شب کریسمس یا نوئل 25 دسامبر در زیر سرمای شهر و ریزش برف، اتومبیل ژنوییو در حالی که مملو از هدایا برای دو فرزندش شده وارد گاراژ برای بنزین گیری می شود. این دو دیگر حرفی برای گفتن ندارند. این گاراژ برخلاف تمام مکانهای فیلم برداری شده دیگر وجود ندارد و آپارتمان سازی شده. فیلم چترهای شربورگ جدا از اینکه اولین فیلم موزیکال سینمای فرانسه است، سالها قصه عاشقانه سینمای فرانسه هم بود. اگر ما نیز در خردسالی در انشاهای مهرما بایستی تابستان خود را شهر می دادیم، اینجا هم چنین است. نوجوانان در دفترچه هایشان برای تعطیلات تابستانی خواهند نوشت به این کوچه در شهر شربورگ آمدند. کوچه های دورتر زندگی راه و کارش را پیگ می گیرد. آنها نیز
قصه عشق، سینما و زندگی را دیرتر تجربه خواهند کرد. اما در شربورگ، در کوچه های دورتر، زندگی راه و کارش را پی گرفته، مردم روزانه و زندگی عادی را پی گرفتند. آنها از ماهی فروش محله خرید روزانهشان را انجام می دهند. اما عشق در شربورگ قصه ها دارد. سالها پیش ژاک پریور، شاعر و عاشق سینما، به 25 کیلومتری این شهر می آید و در این دهکده زیبا ساکن شده وصیت می کند در گورستانی به فاصله 800 متری به خاک سپرده شود. و چون شاعریست به نوعی یگانه، می خواهد سنگ قبرش برخلاف تمام سنگ ها این گونه باشد. در سال 1984 دخترش نیز در همین مکان در کنار خود او و همسرش به خاک سپرده می شوند. وصیت را ببینید، چند تک سنگ، همان گونه که در شعر مشهورش از زندگی برگ های زرد شده بر زمین افتاده را جارو می کند. اینجا در دهکده از مسیر خانهش جویبار آرام و صدای شاعرانه به سمت قبرستان دهکده جاری است. صدای آبباری که شاعرانه است و به تمام زبانهای جهان یک صدا، یک معنا و یک پیام دارد. می رویم و از ما تنها صدایی می ماند. قبل از ترک محل، تماشای گلهای محلی و خانه ژاک پریور که درب به روی بازدید کننده باز گذاشته است. خانه‌ای به نهایت شاعرانه که میتوان کتاب و یا اشعار و سیدی او را خرید. در مسیر بازگشت، کوچکترین بندر فرانسه به نام راسین که هر از گاهی یک قایق کوچک پهلو میگیرد. اینجا نامش بینی ژوبرگ است، با شباهت به صورت انسان که بینیش از سطح صورتش بیرون تر است و حالا خاک بینیش را به دریای مانش و اقیانوس وارد آورده است. تماشای منظره با یک فنجان چای و قهوه هیچ کمبودی برای پنج حس انسانی باقی نمی گذارد. در ادامه گردشگری به شرق شهر شربورگ می آییم. دومین فانوس دریایی با 365 پله برای صعود به آن بالا که به دستور ناپلئون سوم ساخته شد. نام محل و فانوس دریایی گتویل. می دانیم آن روزها اپلیکیشن های جهت نما یک رویا بود. بایستی هیزم و آتش نور راهنما می شد. دو کارگری که زحمت راهنمایی در شبهای تاریک و باران و طوفانی را به عهده می گرفتند به خدمت انسانیشان ارج گذاشته می شد. جاده پرپیچ و خم و زیبا شما را به بندر ماهیگیران به نام بارفلور می آورد که کوچه های باریک و تنها یک کلیسا که کسی جلوی سگ عابر شما را نمی گیرد. کشتی و قایق عبادت همه اهالی این دهکده است.
این پله برای رفتن و یا آمدن جهت شناگری است تا شاید به نزدیکترین جزیره در دسترس بروید. در این منطقه اجاره قایق‌های کوچک و بادبانی ممکن است به شرط آنکه هوا و باد اجازه بدهند و از این لحظه خود را برای دیدن ناممکن‌ها آماده کنید. در نمایشگاه و موزه دریا بازدید از داخل اولین زیردریایی اتمی فرانسه، تصور و لمس زیردریایی کلمات تازه می‌طلبد. غول پیکر، عظمت، ناباوری، نفسگیر. وقتی بدانید شما اینجا در زمین حتی تحمل حضور در آن را ندارید و کارکنان زیر دریایی در عمیق‌ترین های اقیانوس 3 تا 4 ماه از عمرشان را در داخل این نهنگ فلزی سپری می کردند. این پروانه با چرخش بیش از 6900 بار این نهنگ غول‌آسا را به جلو می برد. سوخت اتمی و اعداد و ارقامی که باور و دریافتش به تخصص نیاز دارد. همه صداها در این زیر دریایی طبیعی است و از هیچ افکت صوتی استفاده نشده است. و حالا قبل از ترک محل گشتی هم در سفر به عمق اقیانوس و آشنایی با ماهی‌های کم دیده شده و اسباب و ابزاری که سفر و تماشا را در عمق اقیانوس‌ها ممکن می‌سازد. Thank you.
در این بخش دقایق کمی به پایان برنامه مانده، اگرچه از این پس تاریخ تماشای تصویر را دنبال می‌گیرد. موزه آزادی یا لیبراسیون شهر در بالای تپه. آلمان‌ها اروپا را در تسخیر گرفتند. از آن سوی اقیانوس کانادا و امریکا با جان فشانی سربازانش شربورگ و تمام شهرهای ساحلی شمال فرانسه را از چنگال ارتش هیتلری نجات می‌داد. اگر در آلمان آن روزها شعار نژاد و برتری و تفاوت القا می‌شد، به جوانان فرانسوی انسانیت آموخته می‌شد. به جوانان فرانسوی انسانیت گوشزد می کردند. جیره‌بندی و بازار سیاه یک جنایت بشری است. این صدای رادیو لندن بود که شبانه با صدای جنرال دوگل و دیگر کارکنانش پیام می فرستاد. شعار این بود: رادیو پاریس دروغگوست، رادیو پاریس آلمانی شده است، رادیو پاریس ضد فرانسه و فرانسوی است. در تصاویر باقی مانده سیل سوالات به هجوم می آید. فاتح یک جنگ کیست و چیست؟ اما پاسخ این بار فقط اروپای آزاد نبود و نیست. انسان آزاد تا تاریخ بنویسد، تا جنگ طلبان، جنگ افروزان رسوا شوند، تا روزی که قلب هر انسان هم پرچم آزادی او و هم پرچم ملت آزادش باشد. Mais je sais que toi, tu m'attends.